بینندگان محترم شبکه محبت درود میفرستم به همه شما هر جایی که هستید یک بار دیگه با برنامه روانشناسی خانواده مهمان منزل شما عزیزان هستیم بلونه هاردین هستم مشاور خانواده در کنار همسرم اشکان املشی با دکترای روانشناسی امروز هم با موضوع دیگری میخوایم این برنامه رو در واقع آغاز بکنیم صحبت امروز ما اختلال اوتیسم هست مت. من معمولا دوست ندارم وارد بحث اختلالات روانی کودکان بشم چون بحث فوق العاده تخصصی و بیشتر برای آموزش به روانشناسان برای اینکه بتون رو تشخیص بدن ما صحبت می‌کنیم در این خصوص دلیلی که این اختلال خاص رو انتخاب کردیم که تو برنامه صحبت بکنیم اینه که در واقع یک جورایی همگیر شده خیلی از از با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنن با این اختلال و نه فقط خود افراد دارن با این اختلال دست و پنجه نرم می‌کنن بلکه خانواده‌های اونها هم تا یه حد زیادی درگیر میشه. پس لازم دیدیم که یک مقدار به این مسئله صحبت بکنیم به این اختلال آگاهی بدیم و از این اختلال استفاده بکنیم چون اختلالات زیادی هستن مثل این اختلال که در واقع درمانی ندارن و مشکل هست که کنار کمک، کار کردن با افرادی که دچار این اختلال هستن که از کلام خدا ببینیم کلام خدا راجع به افرادی با این نوع چالش های کلا با چالش های پیچیده و زیاد چطور ما رو دعوت میکنه که راه حل بده کمک کنیم و کنار نظام باشیم پس این اختلال رو به این دلیل انتخاب کرد پس از شروع این برنامه اول تعریفی <تصفح> داشته باشیم از اختلال اوتیسم اختلال اوتیسم یا بهش در خودماندگی هم گفته میشه نوع اختلال رشدی از البته از نوع روابط اجتماعیش که این اختلال معمولا در سه سال اول زندگی فرزند ما میتونه ظاهر بشه و میتونه تاثیر بذاره بر روی مغز فرزندان ما و با این تاثیر رفتارهای اجتماعی اونها رو دچار مشکل میکنه و خیلی موقع میبینیم که اون مهارت ارتباط برقرار کردن رو فرزندان ما براشون بسیار دشوار میشه و این مهارت رو مختل میکنه همین بحث در خود به ما نشون میده که وقتی که ما به یک کودکی با اختلال اوتیسم نگاه میکنیم از او انتظار داریم که بیشتر در خودش باشه در فضای خودش باشه و با محیط اطراف درگیر نشه و معمولا کنار اختلال اوتیسم توی بحث تشخیص روانشناسی توی اگر DSM نگاه بکنیم یا اون کتابچه که به ما اطلاعات میده راجبه که چطور یک تشخیص یک اختلال روانی رو بدیم یک نکته ای رو اضافه میکنه میگه اختلال اوتیسم با ضریب هوشی پایین یا بدون ضریب هوشی پایین چون اختلال خود در خودماندگی به این معنی که من در حد سن خودم عمل نمی کنم رفتار نمی کنم زندگی نمی کنم فکر نمی کنم پس در کنار اون همیشه ما بحث مسئله هوش رو داریم که باید حل بکنیم چون خیلی وقتا افرادی که دچار اختلال اوتیسم هستن مشکل در واقع هوشی پایینتر رو هم در اونها میبینیم بله. ولی برعکسش نیست یعنی خیلی ممکنه به لحاظ هوشی ظریف هوشی پایینی داشته باشن ولی این به این نیست که اختلال اوتیسم دارن بعضی اوقات به خاطر شباهت رفتارهای کودکانه تر افرادی که دچار ظریف هوشی پایین تری هستند هم به اشتباه به تشخیص اوتیسم داده میشه در خصوص اونها پس بعد مطمئن باشیم که اینا دو تا بحث جداست ما بحث هوش رو داریم که جداست بحث بله. اوتیسم رو وقتی میکنیم باید بدونیم که آیا با ذریب هوشی پایین هست کسی که اوتیسم داره یا نه هوشش در سطح سنی خودشه فقط رفتارهای اجتماعی و بقیه مواردی که شما گفتید در سطح پایینتری سن خود خودش پس تشخیصش میتونه خیلی پیچیده خیلی باشه پیچیده تشخیص این اختلال اوتیسم یکی دیگه از چیزایی که پیچیده میکنه اختلال اوتیسم رو تشخیصش رو این هست که یک سری مواردی در اختلال اوتیسم هست که مشابه اختلالات دیگه است بله. و چون بچه هم خیلی کودکه خیلی وقتا اینا مشکل تر میشه بله. حالا بیشتر بهش میرسیم ولی بله با چند تا اختلال دیگه هم همیشه اوتیسم تشخیصش باید جدا بشه و خوب انجام بشه مسلما پس گفتیم که در ارتباطات شاید کلامی و غیر کلامی شاید روابط اجتماعی خیلی موقع میبینی و فعالیت شاید مربوط به بازی فرزندانی که مبتلا به اوتیسم هستند دچار مشکل میشن بله. و گفتیم که علائم اولیه هوشاردنده اوتیسم معمولا قبل از اینکه کودک ما سه ساله بشه مل. میتونه در اون ظاهر بشه و در بعضی از کودکان هم در اوایل دوازده تا هجده ماهگی شاید شروع بشه و در طول زمان شاید این علائم در واقع رخ میده و نمیتونیم با یک بار رفتن پیش یک پزشک یا روان پزشک این مل. تشخیص هم که گفتین خیلی پیچیده مل. است مل. نمیتونیم مل. سریع عزیزانمون رو به این دایگنوز من کلمه فارسی نمیدونم به اختلال رو در واقع بگیم که اونها این اختلال رو دارن به همین خاطر بعد پدر مادر رفتار کودکشون رو خیلی با دقت زیر نظر داشته باشند و به پزشک مراجعه آه. بکنند صحبت بکنند مشاوره بکنند تا تشخیص درست هم که آه. شما گفتید داده بشه چون تشخیص علائم اوتیس بسیار مهمه و حیاتیه که بتونیم به عنوان پدر مادر هر چه سریعتر شروع کنیم به یک به نزد یک متخصص رفتن برای بهبود به روند کودک که بتونه حسن. کمک پیدا کنه ولی من دوست داشتم این سوال از شما بکنم که چه دلایلی باعث میشه که قبل از اینکه علائم رو کاملا توضیح بدیم بس. چه دلایلی باعث میشه که کودکان مبتلا به اوتیسم بشن متاسفانه ما هنوز توی علم روانشناسی به یک دلیل خاص نرسیدیم که بگیم این دلیل دچار آرزی و اختلال اوتیسم میشه دلایل مختلفی و افراد مختلفی راجع صحبت میکنن دلایلی مثل واکسن هایی که اشتباه زده شده یه مقدار زمینه ژنتیکی رو بعضیا مطرح میکنن بعضیا در واقع شرایطی رو که بچه در رحم مادر هست و هورمون هایی که در ارتباط با اون قرار میگیره و شکل نگرفتن بعضی از بخش های مغز و خیلی خیلی مسائل مختلفی مطرح شده و چون ما دلیل مشخصی برای تشخیص اوتیسم نداریم این خودش تشخیص اوتیسم رو سخت میکنه یعنی چی؟ مثلا شما فرض کنید من بگم دلیل اختلال فرض بکنید افسردگی اینه که شما هرمونهاتون هاتون به هم میریزه خب تشخیص افسردگی خیلی مشکل نیست پس اگه این دلیلش باشه چون شما میتونید یه آزمایش پزشکی بدید متوجه میشید هورمون‌ها تعادل نداره تا اختلال افسردگی تشخیص داده میشه ولی وقتی شما دلیل در واقع اختلال اوتیسم رو ندارید به شکل مشخص تشخیص رو بازم سخت‌تر می‌کنه سخت. چون نمی‌دونید چه ز پیش زمینه‌ای ممکنه منجر به اوتیسم شده باشه اوتیسم در پسران خیلی 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 بیشتر از دخترانه فکر می‌کنم آخرین آماری که من نگاه کردم میگن از هر چهار پسر یک پسر به اختلال اوتیسم دچار میشه که این آمار خیلی بالاییه و به نظر میاد که رو به رشد هست این آمار و یکی دیگه از دلایلی که ما این برنامه رو انتخاب کردیم در مورد اختلال اوتیسم اینه که داره هی بیشتر و بیشتر میشه و ما احتیاج داریم که آگاه باشیم پس نکتهتون تموم شد ادامه بدیم یا... یه نکته رو میخوام بگم به نظرم مهمه توی اختلال تشخیص اختلال اوتیسم وارد علائم بشه حتما اونم اینه اوتیسم یکی از اختلال معدود اختلالاتیه که درمان نداره تا به امروز یعنی چی یعنی وقتی من یه کودکی رو من روانشناسی یه کودکی رو با اختلال اوتیسم تشخیص دادم و این, این اسم رو و این اختلال رو برای او گذاشتم این فرزند تا آخر عمرش باید با اختلال اوتیسم زندگی بکنه. برای این اختلال دیگه از بین نمیره. اگه من واقعا درست تشخیص دادم، این شخص هیچ وقت از اون اختلال آزاد نمیشه برای افسردگی اینجوری نیست شما یه سری راهکارهایی رو انجام میدید داروهای رو مصرف میکنید افسردگی از بین میره ولی اختلال از بین نمیره و با خودش یه هایی رو داره وقتی ما یه شخصی رو با اختلال اوتیسم مثلا تشخیص میدیم محدودیت هایی رو در روابط اجتماعی در کارهایی که میتونه بکنه و مسائلی که دولت اجازه میده و وارد بشه کارهایی که شاید در روابط اجتماعی مسائل خشونت و اینا بیشتر هست ممکنه برای اون محدودیت قابل در محل کار بنابراین خیلی مهمه که ما درست تشخیص بدیم و واسه همین این مساله رو مطرح کردیم ولی بریم تو علائمش از اون بدون اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم بله چون که خصوص اینکه تشخیصش خیلی پیچیده بره. میتونه باشه خیلی مهمه که ما این علائم رو با همدیگه یک مروری بر اونها داشته فطبع. باشیم تا جایی که وقت به ما اجازه, اجازه. بده علائم اول رو علت اول رو میگن ارتباط علت که نه علائم رو داریم بررسی میکنیم ارتباط چشمی ضعیف هست, هست. میبینیم که خیلی از فرزندانی که مبتلا به این اختلال اوتیسم هستن خیلی براشون سخته که ارتباط چشمی با شاید والدین خودشون با اطرافیان خودشون برقرار بکنن اگه بتونی یک توضیحاتی اینجا آره خیلی مهمه چون اختلال اوتیسم از این نظر خیلی وقتا اشتباه تشخیص داده میشه چون شبیه اختلال ADHD یا پیشفعالی هست ولی با هم فرق میکنن چون شما در کودکانی که پیش فعالی دارن هم ما این رو میبینیم یا کم بوده عدم توجه تمرکز این رو میبینیم که نمیتونن نگاه بکنن به چشم شما برای مدت طولانی بله. خب بله. ولی در مورد پیش فعالی بچه ها مدام به چیزهای مختلفی نگاه میکنن و توجهشون مدام به جاهای مختلف میره در مورد اوتیسم اصلا انگیزه نگاه کردن به چشمان شما نیست یعنی اصلا دنبال چیزی هم نمیگردن فقط به شما نگاه نمیکنن در خودشون و به اون چیزی که جلوشونه نگاه میکنن و این اختلال اوتیسم رو این در واقع ارتباط چشمی ضعیف رو در ADHD یا پیش فعالی از اوتیسم میکن. بله چقدر عالی تکان دادن دست ها و رفتارهای تکراری خیلی موقع میبینیم که این بچه ها رفتارهای خیلی تکراری از خودشون نشون میدن اینو چه جوری توضیح میدی اشکان جان من فکر میکنم توی تکرار چند تا اتفاق میفته چند تا علائم هست که شبیه همه یکی تکان دادن دستها به تکراره یکی تکرار عبارت و واژه هاست و یکی تکرار یه سری افکار هست ما میدیم همهش تکرار در بچه های اوتیسم مشاهده میشه من حتی یادم این وقتی با وقت مراجعینم کار میکردم و حتی به منزل اونها میرفتم و کار میکردم تو دورهای کارآموزیم. حتی ویدیوهایی که نگاه میکنم رو مدام یه جایش رو که دوست دارن برمیگردن و هی از اول اون تکرار رو میبینن شاید 50 بار 70 بار 100 بار یعنی واقعا یک انسان عادی نمیتونه این کار رو بکنه و میبینیم که این علاقه به تکرار در اونها هست وقتی که اسباب بازی های رو نگاه میکنیم فرفره یک از اسباب بازی هایی که چرخشی هست برای اونها خیلی جذابه میبینیم هر وقت فرفره میذاریم لای اسباب بازی های دیگه بچه که اختلال اوتیسم رو دارن نزدیک به فرفره میشن و فقط با فرفره بازی میکنن چرخ های ماشین رو خیلی موقع می بینیم. دوست دارم. 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 نگاه میکنم گنده رو میدن میچرخونن و این حرکت چرخشی و تکرار در بچه های اوتیسم خیلی دیده میشه و یکی از نشانه ها و علائمی که ما از طریق اون به تشخیص اوتیسم نزدیک میشیم همین بحث تکرار هست تکرار واژه هاست مدام یک واژه رو که دوست دارن تکرار میکنن من یک مراجعه دیگه ای داشتم که ایشون دوستش موی سر دیگران رو بو کنه خیلی عجیبه ولی بعد بو میکرد و بعد میگفت این بو شبیه این غذاست <applause> و این یه عادت تکراری شده بود هر کی رو میدید میخواست باش این کارو بکنه بله. و این تکرار در رو بود حالا اینجا تکرار یه مقدار شبیه به یه سری اختلالات دیگه مثل اختلال وسواس میشه که ما میدونیم توی وسواس ما داریم این تکرار رو در افراد میبینیم مدام یه کاری رو انجام دادن بله. ولی خب باز از اختلال اوتیسم جداش میکنیم با در نظر گرفتن همه پس من فکر میکنم بعدی هم توضیح دادی که منمن کردن بله. تکرار, تکرار عبارت, عبارت. ها و واژه ها هست <applause> یه مقدار هم بگن در خصوص تکرار واژه ها یکی از دلایلی که تکرار واژه ها میشه همینه که گفتیم یکیش اینه که کودکان اوتیسم به لحاظ زبانی ضعیفن و چون به لحاظ زبانی درسته. توانایی صحبت زیادی ندارن از واژه های کمتری استفاده میکنن و تکرار واژه ها براشون جذاب تر کاملا درسته و اونجاست که ما میبینیم این اتفاق برای اونها میفته یکی از دلایل تکرار منو کردن اینه که به لحاظ زبانی توانایی بالایی ندارن نکته بعدی اینه که علائم بعدی رو بررسی بکنیم حساسیت به نور شدید و صداهای مختلف و حتی بیزاری از اونا من اتفاقا یکی از بچه‌هایی که دختر بچه‌هایی که باشون کار میکنم به اختلال اوتیسم دوچار هست و این رو خیلی به واضح من درش میبینم که به صدای بلند بسیار حساسه بله. خیلی براش سخته ولی جالبه که صداهای خاصی رو بله. خیلی به اون حساسه مثلا خودش وقتی که کارتون خودش رو بعضی موقع با هم دیگه دوست داره کارتونش رو با من نگاه کنه <تصفح> توی اتاق مشاوره و به این کارتون خیلی علاقه داره دوست داره که روی سلفونش وقتی نگاه میکنه با صدای بلندم گوش میکنه کارتونش رو بله. موسیقی که این کارتون پخش میکنه اون اذیتش نمیکنه بله. ولی یه سری صداهای خاص بله. اون رو خیلی واقعا ازشون بیزاره ما حساسیت حسی رو در بعد کودکان با میشناسیم به حس های زیادی حساسن به حس لمس کردن و به حس نور و یا بویا... بو به حس چشایی چشای میگم به حس بینایی و شنوایی <applause> بینایی و شنوایی. ولی در مورد صدا یک نکته خیلی جالبه که گفتید کسانی که دوباره بحث تشخیص دقیق بشه میاد بله. کسانی که در واقع مشکل شنوایی دارن یعنی گوشاشون حساسه کلا به همه صدا حساسن در کودکان اوتیسم اختلال حساسیت به صدا تنها به صداهایی که دیگران تولید میکنن نه خودشون یعنی خودشون هر چقدرم صدا بلند و آزاردهنده باشه دوست دارن ولی اگه دیگران این صداها رو تولید بکنن یا ساعت رو دیوار صداش بلند باشه براشون خیلی استرس آور پس این بله. تمایز میده بین کسانی که حساسیت شنوایی دارن با اختلال اوتیسم من فکر می کنم که لازم هست که این برنامه رو ادامه بدیم <applause> حتما. در یک برنامه دیگه چون که هنوز مطالب زیادی هست که باید در خصوص اختلال اوتیسم با همدیگه صحبت بکنیم ممنون هستم که تا این لحظه برنامه شما عزیزان ما رو همراهی کردید همه شما رو دوست داریم و تشویق می کنیم که به ما ایمیل برید از طریق ایمیل شبکه معهد و تلفن شبکه معهد پیشنهادات خودتون رو به ما بفرستید که ما از اون استفاده کنیم خدا نگهدار همگی شما